گرامی تلویزیون ایسکرا کانال جدید تا یه مدت دیگر که تهیه کننده برنامه عبدال گلپریان برای تهیه تفسیر خبر تلویزیون کانال جدید ایسکرا برمیگردن الان در مرخصی هستن، من چند برنامه تفسیر خبر را تقدیم حضور شما میکنم. در برنامه تفسیر خبر امروز یک جنبندی کوتاه در ارتباط با اعتصاب 10 بهمن 1402 در کردستان و ویژگی های این اعتصاب در سطح سراسری و در سطح اروپا، کانادا و امریکا را خدمت شما تقدیم می کنم. همچنان که اطلاع دارید در 10 بهمن امسال یه اعتصاب پیروزمند در کردستان با شرکت بیش از 10 شهر از جمله شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، دیواندره، روانسر، مریوان، سنندج، شهرک صنعتی سنندج و تعداد دیگر شهرک‌های صنعتی کردستان و سرواباد برگزار شد. اعتصاب علیه اعدام و نه به اعدام بود و این سومین اعتصابیه که در کردستان در طول حداقل 10 سال گذشته در محکومیت و نه به اعدام برگزار میشه. قطعا اعتصابات قبلی و اعتصابات قبل از این 3 اعتصاب هم با حمایت مردم روبرو شده و در 2 اعتصاب قبلی بیش از 10 شهر و بیش از 20 شهر شرکت کردند. و خود این 3 اعتصاب و اعتصاباتی که در طول این چند سال انجام شده و ما شاهد بودیم در اعتصابات انجام شده در انقلاب زن زندگی آزادی که کم نبودن در شهرهای ایران و در کردستان، صفبندی میلیونی مردم علیه حکومت اسلامی، خشم و تنفری که از این رژیم دارن و به ویژه اعتصاباتی که علیه اعدام بوده، یک همایش بزرگ و خشم و تنفر مردم علیه اعدام ها هست. بعد از اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی و اعدام های قبل از این دوتن، کلن جامعه ایران در یک شوک روحی و سیاسی و اعتراضی قرار گرفته بود. چرا این همه اعدام؟ چرا حکومت اسلامی میخواد خیزش مردمی 1401 و انقلاب زن زندگی آزادی را به این شکل خونین با اعدام جوانان، با اعدام معترضین جلوشو بگیره و این انتقام و این خشم و این سیاست جنایتکارانه و تبهکارانه را چرا علیه مردم ایران به کار میگیره؟ و قطعا اعدام های اخیر خشم و تنفر و نارضایتی مردم رو بیشتر کرد، جامعه را ملتهب کرد و به درست ماتگی بسیار بالای میلیونی با اعتصاب و گردهمایی جواب بدیم.
دیدار خانواده های دادخواه با خانواده های چار عزیزی که در 9 بهمن در زندان قزلحصار اعدام شدند. در 9 بهمن 4 نفر از زندانی های سیاسی، پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، محسن مظلوم و وفا آذربار متاسفانه توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی اعدام شدند. این اعدام ها خشم و نفرت و تنفر عمیقی در میان مردم به وجود آورد و استقبالی که از اعتصاب شد به همین دلیل و همزمان با اعتصاب دیدار خانواده های دادخواه با این عزیزان خیلی باشکوه بود و ویژگی برجسته‌ای به اعتصاب 10 بهمن داد. در شهر سنندج و دهگلان با خانواده محمد فرامرزی، در مهاباد با خانواده محسن مظلوم که البته در تعدادی از روستاهای بزرگ هم با خانواده و بستگان محسن مظلوم از جمله بیتوش و جاهای دیگر دیدار شد و در بوکان با خانواده وفا آذربار و در روستای علک کامیاران با خانواده پژمان فاتحی دیدارهای بسیار با شکوهی برگزار شد و در یک اقدام کاملا ابتکاری و تعرضی تصویر بزرگ پژمان فاتحی بر سر دیوار منزل مسکونی بستگانش، پدر و مادرش، برای مدت چند ساعت آویزان شد که البته مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی تاب و تحمل دیدن اینو نداشتن و با خشم و محاصره نظامی و اذیت و آزار بستگان این تصویر بزرگ پژمان عزیز رو برداشتند. خب خود اینم یه ویژگی اعتصاب و اعتراض، در واقع اعتصاب اعتراضی و تجمع و گردهمایی خانواده های دادخواه در 10 بهمن بود و این ویژگی دیگر اعتصاب 10 بهمن فراخوانی بود که از طرف نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی به احزاب و به مردم کردستان منتشر شد. این فراخوان برای اولین بار که توسط این نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی برای اعتصاب منتشر شد، اقدامی به نظر من ویژه است. اقدامی فراز قدرت و اراده احزاب سیاسی. همیشه اراده و قدرت احزاب سیاسی تأثیرات کاملا مثبت و تعیین کننده‌ای در فراخوان به اعتصاب به ویژه در
کردستان دادند. اما این بار وقتی فراخوان از طرف نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی منتشر میشه، به این معنیه که اعتصاب یه جنبه کاملا اجتماعی، فراحزبی و در حیطه تسلط نیروهای اجتماعی فراخوان داده میشه و به نتایج مطلوب خودش میرسه. به نظر من این فراخوان از این زاویه ویژگی مهم اعتصاب دهم بهمن است که در ایران و در کردستان ما شاهد ده‌ها و صدها نهادهای مختلف حقوق بشری، حقوقی، نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی که فعالین سیاسی، سخنگوهای پرنفوذ کارگری، جنبش زنان، جنبش زیست محیطی، جنبش دفاع از کودکان، بی‌سرپناه‌ها و و و وجود داره. و خود جنبش علیه اعدام به عنوان یک نهاد و وکلایی که مدافع حق انسانی و لغو مجازات اعدام هستند، کانون نویسندگان و ده‌ها و صدها هنرپیشه و سلبریتی‌ها که مدافع حقوق انسانی و نبه اعدام می هستند و مخالف اعدام هستند با شعار نبه اعدام وجود داره. جامعه ایران میتونه با اراده تمام اینها اعتصابات قدرتمندی رو برگزار بکنه که خود این به نظر من روند بسیار مهمیه در سیر تحولات اعتراضی و نتایج و دستاوردهای شرایط کنونی که یک گوشش اعتصاب ده بهمن بود. فراخوان نهادها، نهادهای حقوق بشری، نهادهای مدنی و بعد از این فراخوانهای ده‌ها و صدها نهادهای مختلف در سطح سراسری به مردم و خود مردم و حمایتهایی که احزاب سیاسی چپ و راست، سرنگونی طلب البته و مخالف اعدام و نبه اعدام هستند، خود به نظر من فاکتور جدیدیه در برگیرنده استقبال توده های مردم و اقدامی کاملا به نظر من اجتماعیه و ما باید توده های مردم، فعالین سیاسی، نهادها از این شیوه از اعتراض استقبال بکنید. از اعتصاب دهم بهمن، گفتمان اعتصاب کردستانی نبود. گفتمان اعتصاب از زندانها به ویژه با فراخوان بیش از 60 نفر از زنان زندان اوین، زنان سیاسی زندان اوین، فراخوان به یک روز اعتصاب و همراهی و حمایتی بود که در بخش‌های مختلف اجتماعی جامعه انجام شد. 170 نفر از کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی از این فراخوان با اعلام یک روز اعتصاب از فراخوان زنان زندانی زندان اوین حمایت کردند. و این فراخوان‌ها و حمایت‌ها و اعتصابات یک روزه، اعتصاب غذاهای یک روزه و قبل از اون
نامه و بیانیه هایی که از طرف نهادهای کارگری و اجتماعی، ده نهاد کارگری و اجتماعی، کارگران سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه و در کردستان بیانیه هایی که توسط فعالین شهرهای مختلف از جمله سنندج، سقز، اشنوی، نقده، پیرانشهر و جاهای دیگر در حمایت از اعتصاب منتشر شد، اعتصاب و به شکل کاملا اجتماعی و گفتمان اعتصاب و در شکل سراسری ایران مطرح کرد. ما شاهدیم بعد از این اقدامات و ویژگی ها مردم سومیروم، یکی از شهرهای نزدیک اصفهان، خیلی به نظر من کنجکاوانه و با ابتکار بسیار بالایی وارد یک اعتصاب در یک شهر به اسم سومیروم شدند. 2 روز اعتصاب عمومی در این شهر برگزار شد علیه اعدام 2 تن از عزیزانی که به اعدام در این شهر محکوم شده بودند. این اقدام پیشگیرانه که در واقع اقدامی واقعا انقلابی و پیشگیرانه تا این لحظه بوده، خود شرایطی را به وجود آورده که جنبش علیه اعدام را فازها جلوتر برده، قدرتمندتر کرده و در کنار اینا در خارج از اروپا ما شاهد در 1 ماه گذشته یک کارزار بین المللی، کارزار جهانی نه به اعدام هستیم، که این کارزار با حمایت 100 نهاد مختلف در کشورهای اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا سازماندهی شده و این کارزار در بیش از 10 کشور دنیا در 2 هفته و 3 هفته گذشته تظاهرات های بسیار بسیار باشکوهی و برگزار کرده و این کارزار به بخشی از اراده محکم مردم در داخل و ایران علیه اعدام تبدیل شده. ما شاهدیم که این کارزار در بیش از 10 شهر، در بیش از 10 کشور و ده‌ها شهر تظاهرات های مختلفی و در 1 ماه گذشته برگزار شده. با توجه به تمام اینها و هم اکنون با توجه به این که ما شاهدیم این جنبش پیشروی کرده و زندانیان زیر تیغ اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی اعلام 3 شنبه‌های اعتصاب علیه اعدام کردن و هر هفته روزهای 3 شنبه 1 روز اعتصاب علیه اعدام تا لغو مجازات اعدام و توقف اعدام این محکومین به اعدام ادامه داره، جنبش علیه اعدام خوشبختانه وارد فاز تعرضی تر شده. جنبشی که هم اکنون در حمایت و همراهی داخل و خارج زندانها به 1 تن واحد به عنوان جنبش علیه اعدام تبدیل شده و این دستاورد بزرگ و با توجه به این پیشروی ها و ویژگی هایی که اعتصاب 10 بهمن به وجود آورد و ویژگی هایی که در اعتصاب به گفتمان سیاسی تبدیل شد، راه‌های پیشروی را برای دخالت اجتماعی به ویژه توسط نهادها، کارگران، زنان انقلابی به وجود آورده. ما شاهدیم در پایان همکنون گوهر عشقی، مادر ستار، فعال کارگری، فراخوان اعتصاب سراسری و عمومی را به عنوان یک گفتمان سیاسی مطرح کرده. بایستی با تمام نیرو تلاش بکنیم
این گفتمان و گفتمان اعتصابات عمومی و اعتصابات سراسری را به یک نیروی متحد برای برپایی اعتصاب تبدیل بکنیم. امروز جنبش علیه اعدام پیشروی های بسیار و قدم های بسیار مثبتی و رو به جلو برداشته، مورد حمایت میلیونی توده های مردم قرار گرفته، نیروهای اجتماعی در جامعه داخل و خارج و زندان ها همراه شدند. مهم اینه ما تلاش بکنیم با نه به اعدام و جنبش علیه اعدام و تقویت و همبستگی اعتراضی توده های مردم رو به وجود بیاریم با شعار لغو مجازات اعدام و توقف اعدام ها، که همکنون متاسفانه لیست طولانی از اعدام ها در دست این رژیم تبهکار جمهوری اسلامی است.